درود به همین دوستان عزیز به دوستانی که با من همراه هستند در این اومد میخوام در باب کتابی که از شدافکینز به تازگی به فارسی ترجمه شده صحبت کنم کتاب با شکوه ترین نمایش روی زمین این کتاب یک ماه پیش در سرور سایت پروژه ترجمه قرار گرفت ولی متاسفانه فونت این کتاب خیلی بد بود و اصلا قابل خوندن نبود من تونستم با یکی از دوستان صحبت کنم مکاتبه داشته باشم و این موضوع اطلاع بدم و ایشون حالا واقعا زحمت کشیدن با دستن در کاران این سایت پروژه ترجمه صحبت کردن و خوشبختانه من با خبر شدم که ده روز پیش فونت بسیار عالی این کتاب روی سرور این سایت قرار گرفت من حالا مقدمه رو کوتاه کنم چون مقدمه زیادی نداره حدود ده دقیقه میخوام در رابطه با این کتاب صحبت کنم تا دوستان مشتاق بشن و تشویق بشن کتاب رو بخونن این از سایت پروژه ترجمه است دوستان که روی شماست به چهار زبان ترجمه میکنه عربی فارسی اردو و اندونزیایی کتاب نهری از عدن،, عدن رو ترجمه کردن توهم خدا که از مرفتن کتاب های ریشارد دافکینز با ترین نمایش روی زمین که بحث ما روی این کتاب, کتاب برای دقایقی جادوی واقعیت و ساعت ساز نابینا که عجیبه من کتاب ژن خودکار رو نمیبینم گمون میکنم به خاطر کپی رایت باشه چون در ایران چاپ رسمی شده و ترجمه رسمی شده به خاطر این قرار نگرفته اینجا و این کتاب رو من اینجا دانلود کردم میتونید ببینید چار دافکینز با شکوتای نمایش روی زمین شواهد فرگشت جناب محمد کریم تهماسبی عزیز ترجمه کرده ویراستارش هم کمال چوگانباز بوده و به صورت رایگان هم قرار گرفته در سرور thetranslationsproject.org و بذارید من تصویر خودم رو قطع کنم دوستان بهتر بتونم ببینم اوکی مقدمه مترجم دیباچه فصل یکم یک نظریه فصل دوم سکا گافا و کلم ها فصل سه راه پر و اشتت به کلام فرگشت دیگه فصل چهارم سکوت و, و زمان کند درست جلوی چشم ما عبارت گم شده یعنی چه فصل ششم حلقه گم شده البته اشتباه متاسفانه تایپ شده فصل ششم حلقه گم شده عبارت گم شده یعنی چه فصل هفتم افراد گم شده دیگر گم شده نیستن تا پایان که میایم اینجا قدانی به با بعد تصاویر 680 صفحه مرسی واقعا از این آقایون که 680 برگ, برگ رو اینها ویراست ویراستاری کردن و ترجمه کردن واقعا کار بسیار سخت است بیاین در این هم که خیلی جالبه خود مترجم به این فراز و فرودهای این چند وقت میپردازه وقای اجتماعی خب اعتراضات آبان قطع شدن اینترنت به صورت سراسری شلیک هواپیمای مسافربری خب بعد میاد به قرنطینه کووید 19 و قتل پهلوان نوید افکاری و این داستان ها از این هم بگذریم بیایم فصل اول شما برای دوستان یک توضیح کوتاهی بدم و پایان پیدا کنه این ویدیو صرفا یک نظریه میگه تصور کنید که تاریخ روم رو به زبان لاتین درس میدهید و دقیقا این است که شوق خود به دنیای باستان رو به مخاطبان خود انتقال دهید میخواهید که دانشجویان شور و علاقه شما را به مرسیهای اوید قصایس هراس و ایجاز دستور زبان لاتین که در خطابهای سیسرو هویداست زیبایی های استراتژیک جنگ های پونی زمامداری جولیوس سزار و افراد و تفرید های لذت بعدی را لمس کند هدفی است بلند و زمان تمرکز و تعهد بالایی را میطلبد. با این همه می بینید که وقت گرانبه مدام به هدر می رود و مشتی ایگنوراموس به که به لاتین احمق ترجمه میشه. که پشتیبانی های سیاسی و مخصوصا مالی میشوند دمی زبان به کام نمیگیرند مدام دوربرتان میچرخند و سعی میکنند حواس دانشجویان بعد اقبالتان را متوجه خود کنند و آنها را متقاعد کنند که نه رومی وجود داشته و نه امپراتوری روم و اینکه قدمت پیدایش جهان به زحمت از تاریخ معاصر تجاوز میکند به این دوستان قضیه از این قراره این داستان اینه که یک تمثیلی چا دافکینز میاره میدونید که دست خیلی طولایی داره در آوردن تمثیل ها و استعاره ها ولی خب یک نکته سنجی ریچارد دافکینز داره که از این تمثیل ها نتیجه نمیگیره یعنی نتیجه نمیگیره پس چون من حالا از روم گفتم یه تمثیلی آوردم پس هرچی استد... هر چی استدلال میارم درسته نه این چنین نیست ریچارد دافکینز آدم نکته سنجیه به راستی و میاد اینجا توضیح میده میگه اینا, ادعا ادعا و چی بخونم جمله تجاوز میکنه همچنین ادعا میکنه که زبان های اسپانیایی ایتالیایی فرانسوی پرتغالی کاتالان نمیشناسم اینها رو اوکسیتان، رومانش و گویش های متنوعشان هم مستقل از هم به وجود آمدن این منظورش از قضیه خلقت گرایان. چون خلقت گرایان بر همین ایدن یعنی که دید. ما یه قالب انسان رو زمین افتاده تموم شده رفت گوسفندا همه گوسفندن گاوا هم گاون اسب هم اسبن یعنی توی قالب های مشخص هم وجود است ربط هم به هم دیگه نداره چیزی که خلقت گرایان میگن و ادعا میکنن که عمر زمین ده هزار سال یعنی مسیحیان خیلی هاشون در امریکا در اروپا به این قضیه به راستی اعتقاد دارن و اینکه انسان حدود 6000 سال پا روی کره زمین گذاشت هستی زمین رو آغاز کرد بعد یه یک واقعه دقیق تاریخی میاره خال به نام انکارگران هولوکاست در آلمانی گوری بسیار زیادی هم هستن میگن هولوکاست لوگنا میگن که هولوکاست هرگز رخ نداده و یک مش سهونیست آنها رو از خودشان درآوردند این هست این در ایران ما میبینیم احمد نژاد خود آی خامنه ای این هم از این انکارگران هولوکاست که یه ظریف هم میره در امریکا اینها رو ماله میکشه علنا میگه هولوکاست دروغ بعد میگه نه بعد ترجمه شد خوب خب از اینم بگذرید دوستان توضیح این بسیار واقعا زیاد دادم بخواد توضیح بده و ساعت صحبت کنه 680 689 برگ دوستان که خیلی زمان میبره توضیح دادن و پرداختن به بخش های مختلف این کتاب و اشاره میکنه به نامه ای که به تونی بلر خودش نوشته با جمعی از اسقف که اینجا اسمشون میاره روحانی خوب اسقف آکسفورد خوب اینها کریستوفر هربرت اسقف سینت آلبانز اینها نامه نوشتن که تئوری داروین یا فرگشت نباید از کتب درسی در انگلستان خارج بشه چون خیلی اینا اصرار دارن یا خلقت یا کریشنیسم در موازی با این تئوری داروین درس داده بشه یا تئوری داروین از کتاب درسی کشیده بیرون بکشن بیرون کتاب رو که با کار احمقانه است و البته نکته که حالا به ذهنم رسید برای دوستان عرض کنم اینه که ریشارد دافکنز به این به قولی رخدادهای اجتماعی ایران آشنایی نداشته و اگر آشنایی داشت حتما به جای تمثیل تاریخ روم حتما به خامنشان استناد میکرد چون ادهی هستن در ایران تیزی طلبان و اسلام که حالا از طرف خود حکومت جمهوری اسلامی هم ساپورت میشن اینها واقعا اعتقاد دارن بزرگترین سلسله تاریخ یعنی امپراتوری دنیا یعنی هخامنشیان وجود, تا... وجود خارجی نداشته کوروش وجود نداشته داریوش دروغ بوده و این کتیبه ها رو ده ده این خاورشناسان به جل روی این سنگ ها نوشتن و دوستان بگم که هرودوت دروغ گفته اصلا در رابطه با شخصیتی به نام داریوش حالا کوروش و کمبوجیه و اینها و حتی کتاب های زیادی هم می نویسند دو کروش دروغین دیگه برای دوستان بگم دیویس سال سکوت دو کلی مقاله می که ثابت کنم بله کوروش وجود خارجی نداشت اصلا هخامنشیان نبوده و تاریخ ما با اسلام 1400 سال پیش یعنی 14 قرن پیش شروع شده که تا یک دوره‌ای در اوایل انقلاب اینم خانش غالب بود یا اگه یه عده که میپذیرفتن مثلا هخامنشیان بوده ایران یه تاریخ باستان داشته صحبت کردن از تاریخ باستان که کف بود یه دم که ممکنه وجود تاریخ باستان بودن حالا جدیدن این خورده حالا فرق کرده به اون رگی ملیگرایی که بین ایرانیان رواج پیدا کرده جمهوری اسلامی ناچار خودش رو به چسبونه به این حالا ملی جاری و ساری مثلا یه کوروش رو از قرآن ثابت کنه از تورات ثابت کنه یعنی چون تو توی تورات اومده پس پیغمبره چون قرآن از زلقرنه گفته این پیغمبره حالا تا صد سال پیش زلقرنه اسکندر بود دوستان از اینم بگذریم میگم شاد میدونست خیلی تمثیل بهتری میتونست بزنه خب میتونست مثلا بگه زبان پهلوی نبوده زبان فارسی پارسی میانی یا فارسی میانه نبوده که مثلا حالا بعدا فارسی مدرن و کردی ازش بخواد جدا بشه و داستان از به این شیو و به این طریق از اینم بگذریم فقط یک اشاره دیگه ریچارد فصل دوم میکنه بذار من این توضیح برای دوستان بدم چون واقعا فکر میکنم خیلی مهم باشه ببینید سال اساسی اینجاست که چرا داروین در انگلستان تونست این نظریه رو بده چرا در آلمان نه چرا هزار سال پیش نه چرا دو هزار سال پیش نه دلیلش میدونید چیه ببینید دوستان یک سنت خیلی بدی از افلاتون در فلسفه ماند به نام موسول افلاتون که حالا خیلی از این روشن فکرام از این تمثیل به کرات نام میبرن و, و خیلی با آب و تاب صحبت میکنن که نشستن هستن زنجیرهای به بخ... بخ... گردن اینها بسته اینا سایه های پشت سر خود را نمیبینن فقط این اشیای پشت سر خود رو نمیبینن یه آتیشی هست و سایه روی دیوار قار میفته و اینا فقط سایه ها رو میبینن این یه دوره شده بود دیگه تبیینگر تمام مسائل در فلسفه افلاطون و بعد از اون در قرون پست. این یه دیدگاه ذات است که ارنست مایر یا توضیح میده که داروین تونست این رو از بین ببر و داروین نامگرا بود نه ذاتگرا یعنی میگفت که زبان و این نامهایی که ما به اشیا میدیم ذات اشیا رو مشخص نمی برچسبی که ما رو اونها میزنیم یه چیزی رو میبینیم با یه قالب خاص میگیم گاف ها شما دو تا رو در بیارید خب گاف که نیست یه چیز دیگه میشه بعد اسم دیگه با براش انتخاب کرد یا انسان که همان انسان نیست در دو میلیون سال پیش دید افلاتون و حالا قرون وسطا دیدگاه تاریخی نداشتن به اینها میگفتن که این خودکار پیش روی من این خودکار این یک در عالم مسل یک قالب مشخصی داره که این سایه سایه این رو من الان دارم میبینم یعنی در ایدئال یه خودکاری هست مثل شبیه اینکه که این سایش رو زمین افتاده چیزی که اونها میگفتن یعنی تئوری وحدت وجودم به اصطلاح از همین ذاتگرایی افلاتون ذات منشأ میگیره و نه نامگرایی که حتی خود فلسفه انگلیسی مخالف ذات گرایی بودن دیویتیون به طور کل مخالف ذات گرایی بود اصلا ذات و اصلا کلمه ذات رو یا, اسن یا اسنس رو اصلا اعتقادی بهش نداشت که به این ذات گرایی میگن و نامگرایی میگن نومنالیست بله قضیه از این قراره و توضیح میده شاد به صورت کلی که قضیه از چه قراره اینکه ما الان به من میگن انسان به شما میگن انسان سه میلیون سال پیش اگه بخوایم مقایسه کنیم روند رو تا سه میلیون سال پیش بریم که انسان به این مفهوم کلا شناسی نبوده به این مستاق کلا شناسی نبوده اصلا شاید انسانی نبوده همونطوری که ده هزار سال پیش مثلا انسانی نبوده 20 هزار سال پیش 20 میلیون سال پیش انسانی نبوده خیلی عذر میخوام اشتباه گفتم از این رو به این قضیه خیلی, خیلی خوب توجه کرد حتما این بخش دوم رو که میخوایم بخونیم فصل دوم رو میخوایم بخونید به این موضوع ذات و نامگرای توجه کنید ولی اونجا خودش مثالای خیلی خوبی میزنه در رابطه با مثلث میاره در رابطه با گفتای افلاطون مثال‌های خیلی خوب میاره شاتافکینز و اشاره میکنه اینجا من توضیح خلاصه‌ام در این باب بدم که نظریه چیست واقعیت چیست و اینجا از فرهنگ آکسفورد میگه که برای نظریه ما دو دو معنی داریم یکیش طرح یا نظامی از ایده‌ها یا گزارها که دستی از واقعیات واقعیت‌ها یا پدیده‌ها رو توجیه می‌کنند فرضیه‌ای که درستیاش از طریق مشاهده یا آزمایش تایید یا ثابت شده است و به عنوان توجیه برای حقایق شناخته شده مطرح یا پذیرفته شده است گزاره, گزاره ای که بیانگر چیزهایی است که به طور کلی قوانین اصول یا علل چیزی شناخته شده یا مشاهده شده تلقی می شود این که مشخص رابطه بین اشیاء رو با نظری من تعبیر میکنن توضیح میدن گرچه ریچارد دافکین سعی کرده ساده بنویسه که برای همه عام فهم باشه و نخواست وارد فلسفه علم مثلا پوپر حالا مکینتایر نمیتونم دیگه کوواین و فیلسوفای از این دست بشه واسه همین به فرهنگ آکسفورد فرهنگ واژگان آکسفورد استناد کرد اگر میتونست مثلا به, پو، به پوپر یا اصلا فلسفه حلقه وین یا این فلسفه حلقه برلین اینها استناد کنه که قضیه پیچیده میش برای خوانندگان معمولی فرضیه ای که میگه حالا معنی دوم فرضیه ای که به عنوان یک توجیه, پیش، توجیه پیشنهاد شده است و از این رو تنها یک فرضیه یا حدس و گمان است یک ایده یا مجموعی از ایده ها درباره چیزی یک دیدگاه یا مفهوم مفرد یه در با این توضیح ساده مثلا اینکه چرا هوا سرده میگن به خاطر اینکه حالا بارون داره بیاد یه توضیح ساده میشه فرضیه ولی نظریه یک چیزی که ما میشناسیم در حال حاضر میاد توضیح جامعی میده از پدیده هایی که داره میبینه مثل نظریه داروین مثل نظریه نسبیت انشتن خب حالا آره توضیح میده اونجا شروع میکنه از خورشید مرکزی و منظومه خورشیدی و این داستان ها صحبت کردن و بقول بیان میکنه ادعایی که در این باب داره چارت است و در پایان فصل سوم چهار هم پرازه به شواهد فرگشتی حالا شواهد این فسیلی میاره زمین شناسی میاره باستان شناسی میاره زیست شناسی سلول مولکولی بیوشیمی ژنتیک و تا پایان منم بذارید صحبت و کوتاه کنم برای دوستان و امیدوارم که واسه دوستان جالب باشه حالا لینک این رو من در توضیحات برای دوستان گذاشتم میتونید دانلود کنید از خود سرور سایت پروژه ترجمه و استفاده کنید کتاب بسیار خوبی است فقط پیشنهاد میکنم اگر خیلی علاقه و مشتاق به این مباحث هستی حتما کتاب خاصگاه گونه ها رو از اینترنت دانلود کنید هست که میکنم 20 مگابایت حجم داشته باشه این رو دانلود کنید فصل چهارم و پنجمش اگر درست بگم در باب انتخاب طبیعی که داروین صحبت میکنه اون رو حتما بخونید بعد بیاید بشین کتاب دافکینز رو بخونید فکر میکنم این کتاب بهتر از کتاب پیشینه دافکینز باشه چون تو کتاب پیشین سعی نمیکرد زیاد شواهد برای فرگشت بیاره چیزی چیزای مختصر میگفت و جلو میرفت ولی این کتاب خیلی جامع به این غذای پرداخته به طور کلی پردازه و تک تک مسائل رو بررسی میکنه که به قول انتخاب مصنوعی به چه شیوه است در فصل دوم اون کلم ها و اون, اون گاف که توضیح میده انتخاب مصنوعی از چه طریق پیش میره حالا انتخاب طبیعی رو وارد داستان میشه و بگذریم از این هم. من صحبت کوتاه کنم دیگه بیشتر از این دوستان نشم به همگی تا دیگر